چند وقت پیش شنیده بودم که یک نفر در فیسبوک شبکه اجتماعی یادآوری میکرد که شما کسایی که مهاجر هستین و کس شما با مشکل برخورده به کلیسا مراجعه کنید. مثال زدم در افغانستان هم اگر شما یک مهاجر بیگانه را گیر شما بیاید شاید تلاش خدا بکنید که تا حد امکان به مو مسجد و به اسلام اینا دعوت کنید. در خارج هم همین کارا هستن. اگر شما یک وقت به ایت مورد برخوردین هست اینا تبلیغات خدا میکنه، در هر جای نفرای ساده است تبلیغات خدا میکنه، حالا تبلیغات سیاسی باشه، فرهنگی باشه، دینی باشه، این مورد داره میکنه. دوستا یک چیز از همینجا شروع کنم. اینجا آمریکا هست، سرزمین آزادی هست، انواع و اقسام آزادی های فردی و هر گونه آزادی که داره مردم از این استفاده میکنن. بر علاوه تمامی آزادی هایی که این مردم داره، یکش آزادی دینی هست. نفرایی که در بخش چارج، کلیسا یا نهادهای مذهبی کار میکنه، اینا هم فعالیت های خود میکنه. همون قسمی که در بخش های سیاسی سیاست مدارا تبلیغات فعالیت های خود میکنه، در بخش های دینی هم مسیحی ها، یهودی ها و مسلمان ها هر کدومش تبلیغات خود میکنه. من اتفاقا امروز از کار خلاص شده بودم، آمدم فروشگاه از مکسیکویی هاست، تقریبا غذای محلی داره اما محصولاتی که داره کاملا فریش و تازه هست، کیگ و کلچه و چیزایی که جرم نه، واقعا وطنی و تازه هست، ایتو محلی جرم میکنه. قبلا هم میگرفتیم، بازم آمدم، اما اینجا متوجه شدم که در پیش روی از این فروشگاه تعداد زیاد از تبلیغگرای مسیحی، البته مسیحیت کاتولیک باز چندین بخش داره، چهار بخش هست، اینا آمدن یکش یک جای استاد بودن دو سه نفر، یک جای دیگه دو سه نفر دیگه استاد بودن، جای دیگه دو سه نفر دیگه استاد بودن، هر کدامش به نحوی از این ورقار داشتن تبلیغات میکردن که مثلا بیاین به کلیسای ما سر بزنید، به چارچ ما سر بزنید و معلومات بگیرن اگر سوالی دارین مطرح کنید. این مورد به خاطر یادآوری کردم که چند وقت پیش شنیده بودم که یک نفر در فیسبوک شبکه اجتماعی یادآوری میکرد که شما کسایی که مهاجر هستین و کس شما با مشکل برخورده به کلیسا مراجعه کنید، اونا مشکل شما را حل میکنند. در صورت که در آمریکا قانونی USCIS، قانون مهاجرت توسط USCIS تطبیق میشه، امور مهاجرین هست و او همه چیز صاف واضح و مشخص هست، ولی این تبلیغات در شبکه اجتماعی بود که شما مثلا در چارچ یا کلیسا سر بزنید مشکل شما را حل میکنه. اینا ممکن یک رای باریکی داشته باشه، رای باریک مثل ازی باشه که مثلا شما در افغانستان مسجد داشته باشه، اگر یک مسیحی بیاید در مسجد شما، شما به نحوی کوشش میکنید که اندک اندک و مسیحی رو به اسلام گرایش بدین و بالاخره اگر مشکل داشته باشه مشکلش حل کنید. اینا لی هم اگر کسایی در کلیسا میایه شاید به نحوی هم تبلیغات خود بکنه و شاید کلیسا یک از بخشای خیریه‌ای باشه که وکیل فراهم بکنه به نحوی مشکل مهاجرین حل بکنه، ولی من تبلیغ نمیکنم میره که تو مورد هست یا نیست. مثال زدم در افغانستان هم اگر شما یک مهاجر بیگانه را گیر شما بیاید شاید تلاش خدا بکنید که تا حد امکان به مو مسجد و به اسلام اینا دعوت کنید. در خارج هم همین کارا هستن، شاید هم قب سهولت فراهم کنه، مثلا یک وکیل اگه برای شما فراهم کنه، شاید یا نه شاید نمیفهم در این مورد، ولی رای قانونیشی امور مهاجرین از طریق USCIS میگذره، تمام مورد اونا هست. خب این ویدیو رو به خاطر ثبت کردم که در این ملک آزادی هست، آزادی مدنی داری، آزادی فردی و شخصی داری، آزادی های سیاسی داری، آزادی های دینی داری، فعالیت های مدنی خود انجام میده این مردم، فعالیت های مذهبی خود انجام میده، تبلیغات سیاسی خود میکنه، تبلیغات دینی خود میکنه، تبلیغات مدنی خود میکنه، هر کار این مردم میکنه. اگر شما یک وقت به ایت مورد برخوردین هست اینا تبلیغات خود میکنه، در هر جای نفرای ساده است تبلیغات خود میکنه، حالا تبلیغات سیاسی باشه، فرهنگی باشه، دینی باشه، این مورد داره میکنه. شاید ممکن است که حتی با زبان خود شما نفر باشه، با زبان فارسی باشه، با زبان پشتو باشه، با زبان دری باشه، برای شما معلومات بده. اینا هست، مورد زیاد اتفاق میفته. دیگه تصمیم بعدیش مربوط خود شما هست که چی تصمیم میگیرین یا تصمیم نمیگیرین، ولی راه های قانونیش که
کیس یا سیلوم یا هر چی که دارین پیش برده شو، اونا از طریق یو اس ای اس امور مهاجرین هست. کیس شما را کلیساها پیش نمیبره، شاید یک بخش خیریش داشته باشه که اگر احیانا یک وکیل بر شما پیدا بیتنه و او هم شاید هدفشی باشه که به نحو شما را جذب بکنه. همون رقمی که در افغانستان بعضی مسجدها یا بعضی نهادهای خیریه یکون کارهای خیریه انجام بیدیه. ایت یک مورد بود خواستم شریک بسازم. در این ملک این موردها هست، هر گونه فعالیت هست، هر گونه آزادی هست و مردم از آزادی خود استفاده میکنه. اینه هم مواد غذایی که خریدم، باشه اگه نمیشه برای شما نشون بدم. ایره ببرم خانه یک چای بکنیم، باز نوش جان بکنیم، با خدا مزه رسای کنیم. و دیگه چیزا هم هست در این پایین ها، همین دو تایش پلاستیک داشت، کاغذ داشت، کش دون نشان دادن. دیگه را باز، دیگه را بازونه در فیلم اینا میبینید دیگه. بخیر باشین، این ویدیو صرف خاطر ازی بود که اینی قسم فعالیت ها هست، همون رقمی که در افغانستان کسایی باشه کش میکنه، در مساجد اینا بعضی سولت ها هست، یا مثلا در بعض جای رفته تبلیغات خود میکنه در جمع مردم. در این کشور هم از این کار میکنه، بسیار زیاد اتفاق میفته، کسم به کسی گفته نمیتونه که تو چرا کار میکنی، چرا کار نمیکنی، چرا تبلیغات میکنی، چرا تبلیغات نمیکنی. دلی نفر که در هر دین و آیین بود و در هر مفکره سیاسی، فرهنگی یا مدنی بود، اون کار خود پیش میبره. شما هدف خود دنبال کنید، کار خود پیش ببرید. خدافظ.